السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. بحث ما در این جلسه راجع به تقواست. تقوا یعنی آدم خودشو حفظ کنه. تقوا از وقیه که در میگیم وقنا عذابن نار. قه یعنی حفظ کن. قه یعنی حفظ کن. قه نا یعنی حفظ کن ما را از عذاب. تقوا از همون قه وقایه، یعنی آدم خودشو حفظ کنه، کنترل خود، نظارت بر خود، ول نکنه. ما الان مالمون رو حفظ میکنیم، ناموسمون رو حفظ میکنیم، خودمون رو حفظ کنیم. یعنی هر چی میخوایم نگیم، خودتو نگه دار، این کلمه رو نباید بگی، هر تصمیم رو نگیر، هر جور موضعی گیری نکن. حالا تقوا آثاری داره، معنای تقوا رو گفتیم، یعنی کنترل خود، حفاظت از خود. و آثار تقوا هم قرآن میگه که، حالا راه به دست آوردن تقوا رو بعدن میگم، آثار تقوا رو تو این جلسه ببینیم به کجا میرسیم بحث کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تقوا آثار تقوا و بعد راه به دست آوردن تقوا. معنای تقوا یعنی حفاظت از خود، حفاظت. اما آثار تقوا، آثار تقوا یک مغفرت، دو هدایت، سه رحمت است، چهار کرامت است، پنج بصیرت است، شش وسعت است، توسعه، بیعت با پیغمبره، برکت، اینا آثار تقواست. یه تابلوه، همش هم از آیه قرآن، هیچیش از خودم نیست. اما مغفرت، قرآن در سوره نساء آیه 31 می‌فرماد ان تجتن بو کبائر، شما اگر تقوا داشته باشید، گناهان کبیره را انجام ندید، نکفر عنکم سیئات، گناه کوچولو رو ما بخشیم. مثل یادمی که چیزی خریده 1374 تومان، میگه 1000 تومانشو بده، 374 تومانشو نمیخواد، میبخشه. ان تجتن بو کبائر، گناهان کبیره، گناهان کبیره گناهانی که وعده عذاب داده شده. اگر شما از گناهان کبیره دوری کنید، گناهان کوچولو رو خدا میبخشه. این یک. پس آدم در سایه تقوا، یعنی اجتناب از گناهان کبیره، گناهان کوچیک باشه. هدایت، قرآن در سوره انعام آیه 153 می‌فرماید لا تقربوا الفواحش، فاحشه یعنی گناهان زشت، اگر از گناهان زشت دوری کنید، آخرش میگه ان هذا صراط مستقیم، راه مستقیم اینه، یعنی هدایتت میکنه. اگر کسی از گناهان دوری کند، گناهان رسوا و زشت و انجام ندهد، خدا به راه مستقیم هدایتش کند. رحمت، در سوره یاسین آیه 45 میگه اتقوا الله، شما خودتو حفظ کن، آخرش میگه لعلکم ترحمون،
اتقوا الله میگه لعلکم ترحمون، اگر میخوای خدا بهت رحم کنه تقوا داشته باش. کرامت، قرآن فرمود ولم یسروا علی ما فعلوا، حالا یه دستگلی هم آب دادی دیگه تکرار نکن، اگر کسی خلافی کرد چون معصوم که نیستیم، ممکنه یه وقت انسان از دستش در بره یه حرفی رو بزنه، یه عملی رو انجام بده، اگر اصرار نکنی یعنی در دفعه دوم خودتو نگهداری، بعد میگن ندخل هم مدخلن کریما، مدخلن کریما یعنی کرامت، یه جایگاه در شأن به شما میدم. بصیرت، میگه اگر تقوا داشته باشید یجعل لکم مخرجا، تو بنبست قرارتون نمیدم، هر وقت نمیدونید چه کنید اگر تقوا داشته باشید دم اون بنبست ها که نمیدونی متحیری بد میگیم چه کن، راهنماییت میکنیم، راهنماییت میکنیم. نمونه های راهنمایی هست، گاهی وقتا انسان واقعا میفهمه که خدا کمکش کرده. حالا اگر ما همیشه وسعت، میگه اگر تقوا داشته باشی از راهی که تو به حساب نیاوردی زندگی تو توسعه میدی. یرزق هم من حیث لا یحتسب، آدم اگر خودش رو وقت گناه نگرداره از راه بیگمان، شما فکر میکردی هم چی کنی هم چی کنی هم چی کنی، برنامه ریزی میکردی که زندگی توسعه پیدا کنه، ما از راهی که شما برنامه ریزی نکردی، مربوط به مال هم نیست، شاعر گاهی میشینه هر چی فکر میکنه برای یه قافیه چیزی یادش نمیاد، گاهی وقتا میبینی به 20 بیت پشت دم آمد، گاهی وقتا صبح تو شب در مغازه باز در مشتری نمیاد، آخر شب داری مثلا این چیز دست داری میده خونه، تو را میگه آقا اینه که دست داری میفروشی؟ بنام نداشت بفروشیم، میگه حالا یه مشتری آره چند اقل، میبینی تو راه رفتن که هیچ تو فکر مشتری هم نبودی یه چیزی رو خیلی شیرین فروختی، و صبح توشون که هی نگاه کردی به همه گفت سلام علیکم حال شما خوبه، مخلصم چاکرم قربونت برم، دلتنگ کردم جیر جیره کردم، همه تملقا رو میگی، آخه شما که نمیخرن ازت، نمیخرن. اگر شما وقت گناه خودتو نگهداری یه جاهایی که برنامه نرختی خدا کمکت میکنه، برعکسش هم میشه، بی تقوای کنی کلی مطلب حفظ کردی سر امتحان یادت میره، از دم به جنگا یادت میره، خدا قول داده که اگر تو تقوا داشته باشی یه جاهایی که تو حسابای تو نبود ما کمکت میکنه. اگر تقوا داشته باشی دریافت بهتر، هر چی بده بیشترش میدیم. میگه که ویذل الذین احسنوا بالحسنا، شما احسنوا احسان کن، نمیگه منم محسنم، میگه حسنا، حسنا یعنی احسنش بزنن، شما اگر چیز خوبی تحویل دادی من بهتر از اونی که تو، به منم خدا گفته، گفته اگه کسی گفت سلام بگو سلام علیکم، گفت سلام علیکم بگو سلام علیکم و رحمت الله، گفت سلام علیکم و رحمت الله بگو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، به ما خدا سفارش کرده اگر کسی به تو هدیه داد رب سکه ورد نیم سکه ورد نیم سکه ورد سکه تمام ببر، یه کادوی مثلا 20 تومانی ورد تو یه کادوی 30 تومانی برش ببر، به ما خدا دستور ده که اگر کسی به شما محبت کرد شما جزای بهتری بهش بدید. شد خدا همینطوره، میگه اگر شما کار حسن انجام دادی من حسنا به شما میدم، حسنا یعنی پاداش برتر. عده‌ای آمدن پلو پیغمبر زنها که یا رسول الله میخوایم با تو بیعت کنیم، فرمود اگر تقوا داشته باشید من با شما بیعت میکنم، لا یزنین اهل زنا نباشید، لا یقتلن اولادکن کورتاج نکنید سخت نکنید بچهاتون نکشید، لا یأتین به بهتان تهمت به کسی نزنید، همینطور لا یأتین که فی معروف در دستورهایی که میدم، یعنی اگر شما تقوا بود داشتید واجبات رو انجام دادید محرمات ترک کردید، میگه فبایعه هنه پیغمبر با این خانوما بیعت کن، تو بیعت کردن دست دادن نیست که با درزده
نقش شد پیغمبر دستش گذاشت توی آبی، بعد گفت باقی زنام نوک انگوششون تو آب بزنن یا دستشون تو آب بزنن. بیعت. خب گاهی وقتا یه چیزی در یه لحظه خوشمزه، مثل لیموشیرین، لیموشیرین در یه لحظه خوشمزه، یه خوده باد بهش بخوره چی؟ تلخ میشه. گناه همینطوره، در یه لحظه گناه شیرینه، آدم یه گناه میکنه، یه چیزی میگه، یه عملی انجام میده، فکر کنه شیرین بود، اما بعد تلخی گناه همینطور تا آخر عمر میمونه تو ذهنش. یه شیرینیای لحظه‌ایه. امیرالمومنین فرمود لا خیر فی لذت من بعدها النار. یادم هست حدود 40 سال پیش من کاشون جلسه داشتم، اینو نوشتم، بچه‌ها کاشون می‌خوندن. این جلسه من تو بود. اول اصول دین بود 5 دقیقه. بعد تفسیر بود، یه آیه می‌نوشتم تفسیر می‌کردم 5 دقیقه. بعد قصه بود، یه قصه می‌گفتم 5 دقیقه. بعد سوال شرعی بود، مسئله شرعی بود، احکام بود و احکام. آخرش هم گفتم شعار. یعنی اون نیم ساعت 40 دقیقه صحبت کردم، هر چند دقیقه یکی بود. این شیوه کلاسداری من بود. تنوع. وقت یادم هست الان چه رفتم بنویسم یادم هست. یه روز شعار ما بود. لا خیره، میگفتیم اینو حفظ کنه. لا خیره فی لذتن، خیر نیست در لذت هایی که من بعدها نار، من بعدها نار، بعدش آتشه. آدم گاهی یه فوش به کسی میده، به نظر ها لهش کردم، داغونش کردم، یه مطلعی که بهش گفتم سوخ، خیلی خوب، در یه لحظه اونو سوزوندی، اما تا آخر عمر اون کینه تو رو در دل داره. این لذتی نیست. قرآن میگه اگر تقوا داشته باشید لفتحنا علیهم برکات، اگر تقوا داشته باشید به شما برکت میدم. برکت قید داشتن است. ممکن آدم یه خودکار داشته باشه ولی با برکت باشه، با یه خودکار هزارها کلمه خوب بنویسه. ممکنه یه خودنویسی گرون داشته باشه، بی برکت باشه، چهار تا کلمه حرف حسابی با یه خودنویسی گرون ننویسه. برکت غیر سرمایه است. افرادی سرمایه‌شون کمه، مالشون مبارکه، افراد سرمایه‌شون زیاده، مالش برکت نداره. قرآن گفته اگر میخوای به مالت برکت داشته باشم تقوا داشته باش. وقتی گناه خودت حفظ. حفظم معناش اینه که بگی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان. باید پاشی بری. وگرنه یه جوان راست یه دختر بشینه این نگاهشون میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان. این امام رضا فرمود اگر استغفار بکنی ول تکون نخوری، تصمیم نگیری، خدا رو مسخره کردی. وقتی دیدیم اینجا گناهه باید پشیم بریم. من با این شغل گناه میکنم، من با این تلفن گناه میکنم، تلفن رو قطع کنیم، از تلفنشو پاک کنیم، منو به گناه کشیده میشه. به امیرالمومنین گفتن چرا به زنهای جوان سلام نمیکنی؟ پیغمبر سلام میکنه، چرا شما سلام نمیکنی؟ فرمود که پیغمبر 30 سال سنش از من بیشتره. امیرالمومنین وحشت میکنه که دلش بلرزه. وقت ما راحت میگیم نه ما دیگه از این حرفا گذشته دیگه آقای غلطی. یعنی چه؟ یعنی ما ایمانم از علی بیشتره. اون علی بود که دلش تکون میخورد، ما طورمون نمیشه. این طور نیست. گاهی شغلها، گاهی مکانها، گاهی تلفونها، گاهی و گاهی و گاهی. قرآن میگه اگر میخوای به مالتون برکت بدیم فتحنا علیهم برکات، یعنی برکات رو باز میکنیم. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، ایمان و تقوا دلش میشه. خب آدم با تقوا هیچ وقت گیر نمیکنه. یجعل له من امره یسرا، عربی‌ها که میخونم قرآنه. یعنی آدم با تقوا وقتی نمیدونه چه کنه یسر، راه پیدا میکنه. خب در دنیا
موفق میشه. یعنی شما نگاه کن بی تقواها که بودن، قرآن میگه تمام رفاقت های افراد بی تقوا تبدیل به کینه میشه. زمانی که میخواستن هویدا رو اعدام کنن، اول انقلاب هویدا رو گرفتن خواستن بکشنن، قبل از مرگش فحش داد به شاه که چرا خودش و سگای خونش و خانوادش رو فراری داد، منو فراری نداد. قرآن هم همینو میگه، میگه تمام رفیقای جونجونی تبدیل به فحش میشه. الاخلاء یومئذین بعضهم لبعض عدو، اخلاء خلیل، خلیل دوست، دوستای داغ و داغ به هم فحش میدن الا المتقون. رفاقتایی که بر اساس تقواست موندنه آن تا قیامت موندنیه، اما رفاقتایی که بر اساس انتخابات و شورای شهر و وکیل و وزیر و رئیس جمهور و جزو کابینه فلان و این رفاقتایی که به خاطر پول و پلو و پسته، اینها تبدیل به کینه میشه. بشکنه ای دست، بشکنه. ما این همه پوسترش رو چسبوندیم، آخرش هم رفتیم برای ما یه پوستی قرار نده. خب بله بشکنه ای دست، چون تو به خاطر پوست رفتی پوسترش رو چسبوندی، نه به خاطر که لایق بود، به خاطر که همشهری بود، هم محله بود، شیر تو پستو تقسیم کردید، گفتی من همچی میکنم تو همچی کن، و قراردادایی که گذاشتید و چون برای خدا نبود، برش دنیا بود. قرآن یا الاخلاء یعنی خلیل، دوستها، همه دوستا تبدیل به دشمن میشه. گاهی وقتا یه کاری که خیلی خوشت میاد، قرآن میگه روز قیامت میگه یا لیت بینی و بینه بعد المشرقین، کاش من یه سمت دنیا بودم او یه سمت دیگه دنیا بود، یعنی کاش نمیدیدمش، کاش نمیشناختمش. بعد المشرقین یعنی من او بره دنیا بودم اون نقطه مقابل بود. خیلی چیزایی که دوست داریم تبدیل به دشمنی خواهد شد، خیلی چیزا تبدیل میشه. تو دنیا هم آثار تبدیل میبینی، اینی که عزیزشه قربونش میده از دنیا که میره میگه نه من میترسم، ببردش برو، ببردش سرطونه بزدش. حالا بابا خانم این باشه تا صبح، من میترسم، من سکته میکنم، دیشب بغلش خوابیده بود، امشب میگه سرطونه. یک نفس قطع بشه تو همین دنیا وحشت داره. قرآن میگه تا قیامت میمونه میگن والله ما کننا مشرکین، به خدا ما مشرک نبودیم، ما موحد بودیم. میگن نه مشرک بودی، اینجا قاطی کردی. باید مواظب باشیم. در ماه رمضان یه دعای جوشن داریم، میگه یا نعم الرفیق، رفیق اصلی خداست، با خدا رفیق شیم، قانونشو، رفیقشو، راهشو، راهای دیگه منو دوستمون ندارن، دیگران منو برای خودشو میخوان، خدا ما رو برای خودمون میخواد. دیگران رفیق رفاقشون لحظه ایه، تو عروس خوشگل دوستش داری، یه خود عروس زشت شد دوستش نداری، تا یه آقا پولدار دوستش داری، پولاش کم شد دوستش نداری. رفاقت های دیگران مثل زنگ کردن تخم مرغ، با یه خود آب دهن پاک میشه. رفاقت با خدا میگه مثل رنگ دم طاووسه، شیلنگ هم بگیری پاک میشه. حتی رفاقت پدر مادر، کسی بیاد پلو شما بگه آقا جون جد نهم شما 732 سال پیش مرحوم شده. چی؟ جد نهم من 722 سال پیش مرحوم شده. خب قرضتون یه پولی بده میخوام سالگرد بگید، برو خدا یه جو عقلت بده. شما برای پدر بزرگ دیگه سالگرد نمیگیری، اما برای امام حسین که میگن 1400 سال پیش شده پول میدی، چون امام حسین برای خدا دوست داریم، پدر و مادر دوستیش برای خدا نیست، عاطفه. البته عاطفه هم بد نیست، ولی اون قداستی که دوستی خدا داره دوستی پدر و مادر هم داره. خب در همین دنیا قرآن میگه فاوحا الیهم ربهم لنهلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدهم ذلک لمن خاف مقامی. خاف مقامی، اگر کسی تقوا داشته باشه از خدا بترسه، از مقام خدا بترسه، لنسکنن لکم الارض، در همین زمین به حکومت میرسه. و اما من خاف مقام ربه، میگه فان الجنته هی المأوى، در دنیا نسکنن نکن، در آخرت فان الجنته هی المأوى. برای کی؟ برای کسی که خاف مقامی.
این بالاترین مقامی است که خدا به تقوا داده. تقوا چیست؟ به گناه رسیدیم خود نگردیم. یه حرفی میخوای بزن نزن. اگر یک کلمه میخوای بگی بگو بعضی. مثلا میخوای بگی که رشتی ها، مازندرانی ها، کاشونی ها، شیرازی ها، تبریزی ها. هر چی میخوای بگی ها. مثلا بگو بعضی. بگی بعضی غیبت نمیشه. اما کلمه بعضی نگی غیبت میشه. یه وقت میگی که کاشی ها ترسو هن. غیبت همه شد. اما گفتی بعضی کاشی ها ترسو هن. خب بله بعضی کاشی ها ترسو. کلمه بعضی بگو میشه تقوا. یه کلمه شاید بگو میشه تقوا. شاید. شاید که گفتید یه کلمه رو به نظرم بگید دیگه تقوا میشه. همینطور اگر صاف گفتید بی تقواییه. گفتید به نظر من اینطوره. این هندونه شیرینه. پاره میکنه این شیرین نیست. دروغه. به نظر من شیرینه. به نظرم بگید دیگه دروغ نیست. یه کسی میگفت هندونه به شرط چاقو. به شرط چاقو هندونه هندونه به شرط چاقو. گفت بده ایکشه. یه هندونه خرید و گفت بزنه چاقو رو. چاقو رو زد تو شکم هندونه پاره کرد نرسیده. گفت ایکش نرسیده سفیده. گفت بابا این قرمز بود چاقو رفت تو شکمش رنگش پرید. گفت خیلی شما این یه کسی نگاه که بیه کسی دید خیلی خوشگله. دیگه نگاهشو بر نداشتن تو نگاه گفتن گفت اسلام گفت یه نظر حلاله. منتها من یه نظر رو طولش میدم. بابا کی گفته یه نظر حلاله یعنی یه نظر افتادن نه یه نظر داشتن. فهمیدین خودش مهمه. یکی سی مفاتیح آورد مسخره کرد گفت ببین شما آخونده چه دینی آوردید. آخه اول مفاتیح داوود دیدید نوشته دعای ساعت اول روز، دعای ساعت دوم، دعای ساعت سوم، دعای ساعت چهارم. گفت ببین مردم هواپیما F-16 ساختن، فضا رو تخطیر کردن، انرژی هسته‌ای چنین شد، زیر دریا پر زدن، بالا دریا چه کردن. شما هی آخوندان نشستید گفتید دعا کن. دین شما دارید اون دنیا پیش رفت شما عقب موندید. حرفاش که تموم شد گفتم چه بهش گفتم آقا جون اگر گفتن تهران قم ساعت 8، تهران قم ساعت 9، تهران قم ساعت 10، تهران قم ساعت 11، نه معنیش اینه که هی برو قم هی برگرد زیرون. یعنی هر ساعتی خواستی بری ماشین هست. اگه گفتن داروخانه شبانه روزی یعنی چه؟ یعنی شبانه روز دارو بخرم؟ میخوام چه باش کنم؟ یعنی هر ساعتی خواستی دارو بخری داروخانه بازه. یکی میگه دعای ساعت چهارم روز یعنی چه؟ یعنی یک کسی از سحر تا ساعت چهارم وقت دعا نداره. مثل خمیرگیرا. خمیرگیرا سحر باید پاشن برای خمیر کنن یا کله پاچه فروشا. اینا از سحر که پا میشن دیگه وقت دعا ندارن جز مثلا ساعت 9. میگه ساعت 9 بیکار شدی ساعت 9 دعا داریم دعا ساعت 9 رو بخون. یعنی هر ساعتی بخوای دعا بخونی دعاش هست. نه یعنی صبح تشون دعا بخون. میگه امامان ما کار نمی کردن. میگه مراجع ما صبح تشون دعا میکنن. فهمیدین مسئله مهمیه. خب حالا از چیزهایی که ما رو به تقوا زیاد میکنه یکی رفیق خوبه. بخشی از گناهان ما به خاطر رفیقاست. رفیقای بدن از طریق ماهواره، از طریق سیدی، از طریق مجله، از طریق آشنایی، از طریق تمام تریاکیای ما، معتادای ما از طریق رفیقن. آخرین کلمه، آخرین سوره قرآن ناسه. آخرین کلمه مردمم ناسه. قول اعوذ برم به ناس، آخرشم منن جنت ناس. این ناسی که آخرین کلمه قرآن چیه؟ آخرین کلمه قرآن آدم بده من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. ناس یعنی مردم. میگه خدایا آخرین کلمه قرآن که از شر مردم. اینم به چی؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. به همه اینا گره بخور که چی؟ که از دست دادم بد. اما تمام شرور عالم، تمام شرها، تمام شرهای یه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. یعنی تمام شرها به یه رب الفلق بنده. با نخ رب الفلق، نخ رب الفلق رو بگیر از همه شرها نجات پیدا می‌کنی. اما اگه خواستی از آدم بعد جنس فرار کنی سه تا نخ باید بگیری: رب الناس، اله الناس، ملک الناس. یعنی با سه صفت خدا باید بچسبی تا از شر مردم نجات پیدا کنی.
از شر مردم 3 تا تناب میخواد تو نجاتت بده، اما از تمام شرهای هستی یه تناب بسشه. درسته چی میگم؟ تکرار میکنم، نصفش هم میگم شما میگید. با یک تناب از شر همه شرها میشود، بگید، اما از شر آدم رفیق و رفیق بعد یه تناب کافی نیست. اله الناس، ملک الناس، قول اعوذ به رب الناس، ملک الناس، اله الناس. 3 تا تناب باید بگیری تو از رفیق بعد. عامل بی تقوای رفیق بده، اون دختره بی حجاب، اینم بی حجاب میشه، اون سیگاری، اونم سیگاری میشه، اون نمیدونم چنین و چنین. یکی از عوامل مهم رفاقت است. خدایا خودت ما رو از همه خطرها حفظ بفرما، ایمانی به ما بده که اون در سایه ایمان ما همه مون اهل تقوا باشیم. همه ما رو از همه برکات تقوا برخوردار بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.